Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین. جلسه هفتم زبان اسپانیایی رو با صحبت در مورد فرودگاه شروع میکنیم. این جلسه خیلی جلسه کاربردی هست چون فرودگاه اولین جایی هست که شما در محیط قرار میگیرین و نیاز دارین که کلمات و عباراتی که در فرودگاه استفاده میشه رو خوب بشناسید. فرودگاه El aeropuerto El aeropuerto. Control de pasaport. Control de pasaportes. Control de pasaportes. Maleta. Chamedán. Maleta. چمدان خب یه سری عباراتی که ازتون احتمالاً پرسیده میشه تو پاسپورت پر فاور تو پاسپورت پر فاور یعنی پاسپورتتون لطفاً یا ممکنه بگن سو پاسپورت پر فاور پاسپورت شما لطفاً Su pasaporte, por favor. و در جواب میتونیم بگین aquí tiene. یعنی بفرمایید. Aquí tiene. و یا بگین claro. یعنی حتما. Claro. حتما. خب با هم مراحل گرفتن کارت پرواز و سوار شدن به هواپیما رو مرور میکنیم. Buscar el mostrador, realizar el check-in y dejar las maletas. پیدا کردن باجه، چک‌این کردن و تحویل بار. Buscar el mostrador. پیدا کردن باجه. Realizar el check-in. Check-in کردن. Y dejar las maletas. و تحویل بار یا تحویل چمدانا. Pasar la seguridad. گذشتن سکیوریتی. Pasar la seguridad. گذشتن از سکیوریتی. پاسار ال کنترل د پاسپورت. پاسار ال کنترل د پاسپورت. گذشتن از کنترل پاسپورت. و در نهایت سوبیر ال اویون. سوبیر ال اویون. یعنی سوار شدن به هواپیما. خب حالا یه سری عبارت هست که ممکنه توی فرودگاه مورد نیازتون قرار بگیره. مثلا لوازم یا چمدان گم شده Los objetos perdidos. Los objetos perdidos. اگه بخوام بپرسین محل اشیاء گم شده کجاست؟ ¿Dónde está La oficina de los objetos perdidos. ¿Dónde está la oficina de los objetos perdidos? ¿Dónde está la oficina de los objetos perdidos? اگه بخوام بگین چمدونم رو گم کردم. He perdido mi maleta. He perdido می مالتا. خب حالا در مرحله بعدی ممکنه بعد از پیاده شدن از هواپیما به چنج کردن پولتون نیاز داشته باشین. El cambio de moneda. تبدیل پول یا چنج کردن پول. خود پول دینرو. El dinero. El dinero.
احتمالاً بعد از پیاده شدن از هواپیما نیاز داشته باشین که سیم کارت بخرین. ببینیم چه عباراتی رو میتونیم برای خرید سیم کارت استفاده کنیم. اول اینکه دو تا شرکت تلفنی وجود داره در اسپانیا که خب خیلی هم معروفن. موویستار و بودافون. که خب هر دوشون سیم کارتای دارن که در سراسر اروپا کار میکنه خطاشون. خود سیم کارت لا تارخیتا سیم. هر سیم کارتی که میخواین خریداری کنی یه سری اطلاعات بهتون میدن. مثلا ممکنه بگن 500 مینوتوس دی امالا. مثلا 500 دقیقه تماس میتونین باش بگیرین. 500 مینوتوس دی یامادا. یا 1000 اسمس. یا منساخس. هر دوشو میتونین بگین. یعنی 1000 تا پیام یا اسمس میتونین بدید. مثلا 2 خبه اینترنت. 2 گیگ اینترنت داره. و قیمتش هم 25 یوروس 25 یورو هست. 25 یوروس. اطلاعاتی که اینجا آوردیم کاملا به صورت مثال هست. هر شرکتی در هر برهه زمانی ممکنه تعرفه سیم کارتاش رو عوض کنه یا پروموسیون بذاره، سیم کارتایی رو ارزان‌تر بده یا گرون‌تر بده. این کاملا یه چیز مثال اینجا ما آوردیم. عبارتی که اینجا به دردتون میخوره مینوتو به معنی دقیقه، یامادا به معنی تماس، و ایورو که واحد پول اروپا هست و اسپانیا یورو. و میتونید به فروشنده بگین کیرو استه یا استا، اینو میخوام، این سیم کارتو میخوام. گرو استا ترخه تسیم، این سیم کارتو میخوام. خب دوستان، جلسه هفتم رو هم با هم به پایان رسوندیم. امیدوارم که توی خونه کار کنین. تا جلسه بعد، استا پرونتو.